تاج بعدی تاج غیرفانی. اول پتروس باب 5 آیه 1 تا 4 راجبی صحبت میکنه، برای آنانی که زحمت و وفاداری و صبر و تحمل و سختی و مشقت میکشن اما برای خدمت خدا. این به طور خاص برای خادمین خدا، خادمین خدا که شیشان خدا نیستن و شبانان هم نیستن، هر کسی که قلبی برای خدا داره، حتی اگر آبی به نام عیسی میده، اگر تیک نانی به نام عیسی میده، خانهش رو به نام عیسی باز میکنه، دست افتاده ای رو میگیره، کسی رو بلند میکنه، شخص در واقع زخمی رو تسلی میده، قوت میده، حمایت میکنه، دستگیری میکنه، عملا داری خدمت میکنی. مسیح میگه که در زندان بودم به عیادتم نیومدی، تشنه بودم به من ناب ندادی، گرسنه بودم به من. میگه خداوند تو کی بودی که ما به تو اینا ندادیم؟ میگه آنانی که در واقع به خاطر نام من شما بهشون نرسیدی، تشنه بود بهش ندادی، گرسنه بود بهش ندادی، زندان بود به عیادتش نرفتی، آنچه که با کوچکان کنید با من کردید. خدا میگه این افرادا یه تاج غیرفانی. وقتی راجع به تاج غیرفانی صحبت میکنه انبر میگه تاج فانی نمیدم. تاج فانی معمولا تاجهایی بود که تو المپیک یا به عنوان در واقع تاج بر سر یا یه حلقه گل بر گردن. شما الان هم دیدید بعضی موقع وزنه‌برداری یا نمیدونم کشتی، کسایی که می اومدن تو فرودگاه ها مثلا یه تاج گل میدادن گردنش، یه تاجی میذارن معمولا از برگ بو یا برگ بید یا درخت برگ زیتون استفاده، بعد گل پیچک یا برگ پیچک استفاده میکردن. گلهایی رو به هم میبافتن و در واقع میذاشتن. اینا معمولا یه مقدار میموندن، بعدش هم در واقع سعی میکردن یه جور نگرش دارن، خوش میشد. و بعضی از عروسی ها هستن دست گلشون نگه میدارن، اما هر کاری میکنی باز خیلی نمیتونی زیاد نگرش داری. یه سال دو سال پژمرده میشه، بعد رنگش عوض میشه، بعد همینطور میره جلو. بعد تا اونایی که مثلا یه برگ برمیداشتن لای کتاب میذاشتن، یادتونه میذاشتن مثلا بعد از 30 سال مثلا 20 سال یه کتابه رو باز میکنم، یه برگی مثلا از یه گلی مثلا اینجا گذاشته شده. ولی باز اینها فانیه، دست که بهش میده پودر میشد. میگه تاجی بهت میدم که زمین، اتمسفر، شرایط او رو نمیپوسونه تا به آسمان.